خب خیلی حرفای دیگه میتونم بزنم، ولی اجازه بدید از چیزی که من جدیداً مطلع شدم به اصطلاح خودمون آس داستان رو براتون رو کنم. بعد از اینکه قاسم سلیمانی پارسال کشته شد و من خیلی دوست دارم از این اصطلاحی که خصوصا در توییتر مطرح هست به نام قاسم کتلت استفاده کنم، من از تیک تیکش یعنی خب من خیلی خوشحالم که اینو کشتن، ولی از این که یه نفر بدن یه نفر اینطوری شده باشه بخندیم من دوست ندارم. حالا من خب من با این نام یاد میکنم، ولی چون آره گفتی باش، قاسم سلیمانی وقتی کشته شد ما میدونیم که رژیم تبلیغات گسترده ای کرد. حالا معروف ترین داستانشون قضیه تشییع جنازه‌اش، تا اینکه تا 40 روز کل شهرهای ایران سیاه کرد، میلیون ها تومان هزینه بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی اینا کرد، آمدند کتابی چاپ کردن. خوب دقت کنید، هزینه بودجه مال مردم کشور چاپ کردن به نام مکتب سلیمانی، تمام مدارس رو از ابتدایی تا دبیرستان در کل کشور بدون استثنا مجبور کردن به تعداد متنابعی از این کتاب بخرند و بین دانش آموزان مسابقه کتابخوانی برگزار کنند و جایزه بدهند. چرا؟ که اندیشه سردار شهید قاسم سلیمانی رو گسترش دهیم، که ما میدونیم قاسم سلیمانی یک جنایتکار جنگیست، قاتل کودکان سوریست و قاتل جوانان ایرانی در سرکوب هاییست که در خیابان ها انجام داده و افغان بچه و افغان ها. خب حالا تو عراق هم چه جنایت کرده بمانه. نکته اینه که یعنی رژیمی که شیعیست تفکر منحط داره و فقط میداند که از این طریق میتواند کنترل کند، میاد بودجه صرف میکنه، هزینه میکنه. حالا اینا بماند در کنار مسابقات قرآن و اطرت، مسابقات کتابخوانی از کتب آیت الله و متعالی، من ایناش دیگه چون فکر کنم خیلی همه میشناسن این موردی که اخیرا میشه، من خودم این موضوع رو 3 روز فهمیدم، گفتم از دوستانم در ایران پرسیدم که چه حوادثی جدیدا اتفاق افتاده، به من اطلاع دادن. اینم از این. حالا اما خیلی حیفم میاد که یه نکته رو من نگم با توجه به اینکه واقعا داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. حتی من فکر میکنم محور سوم برنامه که کنترل معلمان و دانش آموزان هست میماند. حالا شاید لازم شد در یه برنامه دیگر، شاید لازم شد به شکل دیگری مطرح کنم، اما من یک چیز رو خیلی مهم هست که اینجا بگم، اونم چون بحث مربوط به ما ناخدا باوران اینجا بر ترتیب بحث دین مطرح هست. گنبد کاووس یکی از شهرهایی است که در مقایسه با تمام شهرهای ایران درصد افراد بهایی توش بالاست، جز شهرهایی است که بهایی زیاد داره ولی ممکن تعدادشون کم باشه، ولی در مقایسه با شهرهای دیگه بالاست. من اینا رو مستقیما اجازه میخوام در حد 2 دقیقه شاید کمتر از خاطرات همسر سابقم بخونم. این خاطرات در یک کتابی توسط آقای رضا اولیا در ایتالیا که عنوان کتاب هست سرگذشت پروین و سایر زنان ایرانی چاپ شده. این کتاب 5 سال پیش در ایتالیا چاپ شده. اگه دوستان نمیدونن آقای اولیا کیست، آقای اولیا نویسنده و مجسمه سازیست که مجسمه ای که درباره نوید افکاری ساخت، زندیات نوید افکاری، بسیار وایرال شد، بسیار در اینترنت خصوصا در توییتر پخش شد. مجسمه زیبایی از سرطنه بالاتنه در واقع نوید افکاری است و آی اولیا چند کتاب چاپ کرده از جمله این کتاب. یه بخشی از این کتاب خاطرات همسر سابق من هست، البته اسمشون پروین نیست، این پروین که اسم کتاب گفتم یه خانمی نیست. یکی از موضوعات اجتماعی و حتی امنیتی قابل توجه در گنبد حضور تعداد زیادی از پیروان آیین بهایی در این شهر است. دانش آموزان بهایی برای ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه ایران مشکلات بسیار زیادی دارند. ببینید ما داریم در مورد آموزش پروری صحبت می‌کنیم، به گونه ای که حتی ادامه تحصیل آنها در دانشگاه ها ممنوع است. من که از نزدیک با بعضی از خانواده های بهایی رابطه دوستی داشتم، بیشتر در جریان مسائل آنان قرار می گرفتم و از طرفی شاهد بودم که چه رفتارهایی با دانش آموزان بهایی می شد. درست شد؟ لذا با دختران بهایی با مهربانی رفتار می کردم. یک بار مدیر مدرسه به من گفت رفتار شما با بهایی ها برای بعضی از دانش آموزان سوال برانگیز شده است. شما مسائل شرعی را در تماس با آنها رعایت نمی کنید، در حالی که شما یک مسلمانید. من می دانستم او با اساس آموزش های من درباره برابری حقوق انسان ها مشکل دارد.
ولی روی مسائل شرعی انگوش گذاشته بود تا منو در منگنه بگذارم. در جواب گفتم من یک معلمم، رفتار من مانند پزشکی است که نمیتواند در اتاق عمل بیمارش را به بهانه اینکه بهایی است یا هر عقیده دیگر دارد جراحی نکند. از نظر من همه دانش آموزان برابرند و من نمیتوانم بین ایشان فرق بگذارم. ولی خانم مدیر گزارش مرا به حراست اداره داد و همین دلیل در بهمن 73 به حراست آموزش پرورش گنبد احضار شدم، فقط به صرف این که با دانش آموز مهربان بوده. همین مسئول حراست تاکید داشت که شما مطابق تعهدی که در هنگام استخدام داده اید، اینجاست میگم باید اراده آموزش پرورش حکومت شیعی رو ببینیم، شما مطابق تعهدی که در هنگام استخدام دادید و کارمند جمهوری اسلامی هستید، التزام عملی به قوانین و پیروی از نظام داشته باشید. حمایت شما از پیروان آیین بهایی مغایر با سیاست‌ها و قوانین نظام است. اگر بار دیگر چنین مواردی از شما سرزند، مجبور به ارجاع به نهادهای امنیتی بالاتر هستیم. این ادامه داره این داستان، ولی من میخواستم این بخشش رو فقط بخونم. ضمن احترام به ایشون و تشکر از کل زحماتی که به عنوان یک معلم واقعا نمونه در 20 سال کشیدن، به خاطر همینجور عقاید آزاداندیشانه‌شون هم بسیار تحت فشار بودن و عرض کردم من خودم مشکلاتی خیلی بدتر از اینا داشتم. اگه دوست داشته باشین سریع یه خاطره 30 ثانیه براتون میگم. من یک بار تو مدرسه بین همکارام صحبت کردم که در واقع پولیگامی کار غلطی است، چند همسری کار غلطی است و این رو آخوندا برای اینکه خودشون دوست دارن این کار انجام میدن. به 48 ساعت نکشید بنده رو خواستن و یک حوادثی پیش آمد و اتفاقاتی افتاد که بماند. یعنی فقط به صرف ابراز یک عقیده ساده که آقا هم چند همسری کار غلطی است، نه چون تو قرآن اومده تو با قرآن مخالفت کردی. این نمونه کوچیکش بوده. من دیگه حالا چون وقت نیست زیاد وارد اون داستانا نمیشم. در خدمت شما هستم. خیلی مطالب دیگه درباره عملکرد پرورشی رژیم بود، من واقعا سعی کردم مفید و مختصر بگم.